دست شما درد نکنه. میگم مادر جان ماست نی آوردن سر سفره بخوره؟ ماست با ترشی پوده میکنی، غذا تو بخور مادر. مام بزرگ برای ماست میاری؟ آره قربون اون شکل ماهت برم من. جلال بودو 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 برو ماست از آشپزخونه ورد و بیار. خواه اگه پوده اگه بره همه پوده، جوجو بره ما پوده بره این نپوده. چقدر زبون درازی میکنی؟ بودو ببینم بابا ما پسه هم هست چه دامه دوم نگه باز برو ماست چه کار میکنی؟ اگه ماست بیارین نگه به چه آقا مرزم برم هیچی نمیگه اینقدر زبون درازی میکنه این؟ تو نگاه کن اینو، ما جرأت داشتیم جلو بابامون پامونو دراز کنیم، ایشون از کجا تا کجای سفره پاش درازه؟ مادر جانی هفته پیش گچشه واکنه میتن خم نمیره. ای بابا شما بیا ببینین میتونی خمش کنی؟ الله اکبر دستی به چها بذارن قضا منو بخورم دیگه. سر یک ماست و ترشی بیدی که علم شنگه ای درست کرده. ببخشید ببخشید. بله بفرمایید بفرمایید قضا بخورید. بفرما این ماست لاغل همین غذا جواد رو بدن ما بخورم گشنه میدیگم خوشگلی یا رخت قشنگه بری چی بدم به تو؟ جفتشه چه خبرتونه سر سفره؟ ای اونو نگه داشتم بیاد بخوره دیگه بچه جواد کوکوت قبلی دوست نداره چه افر؟ برکت خدا رو مگه میشه دوست نداشت؟ عزام خانم نشون توی خانه از یه حرفا پیشا. نه نه اینقدر حرف زیادی تو میزنی که من نمیدونم چیکار باید بکنم. دروغ میگه برای اینکه غذا رو بخوره اینجوری میکنه. آقا جان حالا چه اشکالی داره یک نفر از غذای خوشش نیاد؟ خب نخوره. این سوسولبازی ها به یه خانه نیامده. آدم اگه گشنش باشه نون خالی کیچی سنگرم میخوره. بله درست. نبینم باید به چه تی جور بار آورده باشی ها. علی بابا اگه بشنم به مادرت گفتی این غذا رو دوست دارم اون غذا رو دوست دارم ما میدنم تو. آقا جون برو نمیگه. بابا هم میگه از خوراک بادم جون بدش میه. چشمم روشن. آقا جان اون طفلک حساسیت داره دهنش زخم میخوره. چون که کار نزن بخور. عزام خانم فردا یه خوره چه بادم جون درست میکنی یه عباس رو هم دعوت کن بیرون جونت داره نخوره دهن زخم دهن زخم غذا تو بخور بعدم که کارا چی کار داری زشته جلو دخ